سلام ای غروب غریبانه. خب شکیرا و پیکه هم از هم جدا شدن و میگن دلیلش خیانت پیکه بوده. واقعا حیف این بانوی با کمالات نیست. آی پیکه، جالب، شکیرا اصالتا عرب و لبنانیه که پدر بزرگش سالها پیش به نیویورک و بعد به کولومبیا مهاجرت کرد و شکیرا هم اونجا به دنیا اومد. شکیرا هم اسپانیایی شده و هم اسم عربی شاکره داره به معنای شکرگزار. شاکیرا جان تو بچگی یک معلم موسیقی داشته که بهش گفته تو چی نمیشی و شاکیرا خیلی ناراحت شده، ولی با تشویق‌های پدر و مادر زود خواننده معروفی شد و خلاصه که اندامای تحتانی اون معلم رو دچار سوزش کرد. بعد هم با پسر رئیس جمهور آرژانتین ازدواج کرد. اما شاکیرا بعدش طلاق گرفت و تو کلیپ واکا واکا هه هه با پیچه آشنا شد و خیلی اول فکر میکردم پیکه داداشیشه، چون شکیرا 10 سال از این فوتبالیست بزرگتر بود. اما پیکه تازگی کلی رسوایی به بار آورد و آخرش هم خیانت به شاکر خانم بوده. حالا شما لایک رو بزنید و یه جمله هم واسه این آقای اگه شانس هندوونه خریدن نداره، همیشه جلوی صغیر و کبیر اعتبارت به چوخ میره، بیا چند ترفند هندوونه خریدن یادت بدم که از این به بعد دیگه پولتو دور نریز. اولا دوم هندوونه تو تشخیص جنسیت هندوونه موثر، یعنی اگه دوم هندوونه خوش باشه یعنی اصل جنس، اما اگه سبز باشه یعنی نارس و داره بد میندازه اون آقای میوه فروش. بله، راه حل دوم برای انتخاب یه هندوونه خوب آبدار اینه که به اون لکه بزرگی که روی هندوونه است دقت کن. این لکه همون سطح تماس پوست هندوونه با زمین. اگه رنگ لکه سفید متمایل به سبز باشه هندوونه نارس، اما اگه زرد روشن متمایل به کرم باشه هندوونهش رسیده است. ترفند آخرم بگم که ضربه نهایی رو بزن، هندوونت گرد و قلمبه است یا نه؟ معمولا هندوونای راه راه رسیده تر هم ورچی گرتر باشن شیرین تر، ورچی کشیده تر آبدارتر. هندوونای سفید خونه رو حالا بگو کی میخره همیشه، اونجا تگش کن این زیر آبروشو ببر. باورت میشه همون لیف حمومی که از جد بزرگوارت بهت ارث رسیدم تاریخ انقضا داره؟ یا مثلا همین برس سلولهای مرده‌ای داره که از کله مبارکتون روی برس میشه. عمر مفیدش هم یه چوس مسقال بیشتر نیست. واسه همینم بعد هر بار استفاده باید پشم و پیله جامونده رو ازش جدا کنی و هر هفته هم بشوری و هر 6 ماه هم یک نو بخری. وسیله بعدی بالشه که چربی سر، آلودگی و سلولهای مرده همگی میرن میچسبن بهش و برای همینم هم بالشا باید هر 6 ماه شسته و تو آفتاب خشک بشه. هر دو سال یه بارم کلا بره تو سطل زباله. من که از 7 ماهگی به بعدم دیگه بالش هم تغییر نکرده، همونی که هست. بله، یادت نره که کفشای کتونی حتی اگه استفاده نشدن به مرور کیفیتشون به چوخ میره و بی‌خاصیت میشن. حالا تویی که دائم کتونی پاته بهتره که 7 ماه یه بار بری عوضشون کنی، وگرنه دستی دستی پاتو به چوخ میدی. درگیر تاول، میخچه و کوفتگی پا یا حتی کمر درد هم خواهی شد. پس ای پوز نده بگو 7 سال اینو دارم، 7 سال اینو دارم، آخ نگفت. حالا شما میگید قدیمی ترین چیزی که خریدی و هنوز داری ازش استفاده میکنی تا حلال بشه چی بوده؟ باورتون میشه چاپ کردن پول اینقدر دنگ و فنگ داره که هزینه‌اش از خود اسکناس کم بیشتره؟ جونم براتون میگه کاغذ اسکناس یه جور کاغذ مخصوصه که واسه تولیدش پنبه، کاغذ، الیاف کتانی و پارچه همه رو با هم ترکیب پررو میکنن تا این پولا شلوول نباشن و جلوی رطوبت مچاله نشن و این چی مقاوم باشن. این کاغذا رو تو دستگاه چاپ میذارن تا طرح مخصوص اسکناس روش چاپ شه. بعد اسکناسای چاپ شده دوباره داخل دستگاه میرن تا هولوگرام نواری رو روی این ورقای کاغذی رو بچسبونن. بعدش هم مسئولین این قسمت با کاردک رنگ‌ها رو روی قلتک دستگاه میمالن تا اسکناس های رنگی تحویلمون بده. در نهایت با ضربین و این دستگاه فینگلی عدد و نوشته اسکناس رو چک میشه و جالب هر کدوم از دستگاه 50,000 تا کاغذ و هر کاغذ هم 24 تا اسکناس تو یه روز رو چاپ میکنه که میشه حدود 1,200,000 تا اسکناس تو هر روز. خلاصه که بعد از چاپ هم پولا وریز زده میشه و بعدم با ماشینای حمل مخصوص به خزانه کشور ارسال میشه. حالا بگو ببینم اگه واسه یه روز دستگاه چاپ پول بهت بدن دوست داری چقدر پول باهاش چاپ کنی؟ با خمیر دندون میشه شیرالاتو تو 2 ثانیه برق انداخت تا چشم همه در بیاد؟ اگه هم جاییتونو پشه نیش زد یا جوش در آوردین باز یه خمیر دندون بزنید تا سری خوب شه و جاش نمونه و دردتون نیاد. با خمیر دندون میتونید گشکاری هم کنید. اگه یخ در دیوارتون سولاخ شد روش خمیر دندون سفید رنگ بمالید و بعد صافش کنید و حالشو ببرید. الان اکثر ماشینای شیشه‌ای چراغشون کثیف و نور درست حسابی نمیزنه بیرون. واسه این مشکل خمیر دندون دوای درد. خمیر رو بزن به چراغا بعد چند دقیقه تمیز کن و معجزه رو ببین و ما رو هم دعا کن. خمیر دندون واسه تمیز کردن نقره جات هم فوق العاده است. لامصب دوای هر دردیه ها. خمیر دندون سفید رو با یک کوچولو آب قاطی کنید و نقره رو بچپونید توش و 5 دقیقه بذارید بمونه و بعد آب بکشید و حالشو ببرید. البته اینو قبلش یه تست کوچولو هم بزنید تا یهو به چخ نرید. این خمیر دندون لامصب کفش رو هم تمیز میکنه. به کفشاتون خمیر دندون بزنید و به مال راه بندازید و بعدم پاکش کنید و بذارید بمونه تا ببینید چطور تمیز میشه. کاش با خمیر دندون میشد هوای شهرها رو هم تمیز کرد که حیف نمیشه. حالا شما لایکو بزنید تا ما انرژی بگیریم و بگید دیگه با خمیر دندون چه کارهایی بلدید انجام بدید. بله.